بعد میخوام تو مرحله بعدی واریز انجام بدم. عین سایت خرید هست، خیلی هم ساده است. به قسمت واریز رو میزنم، میاد میگم که از این کارت بانک، سریع هم کارت بانکی تو کانفرم میکنه، چک میکنه، API دارن از این چیزا چک میکنه. کارت بانکی تو انتخاب میکنی، مبلغ مورد نظرت اینجا میذاری و انتقال به درگاه. این دیجیکاله که خرید میکنی، میری تو صفحه پرداخت، اینم همینجا انتقال میذاری، میری چه صفحه پرداخت. تأثیرش کجا میبینی؟ مثلا یه عددی ریختی اینجا توی ریالت، توی این کیف پول ریالت، میاد میگه اون عددی که زدی میاد اینجا میشینه. از اینجا هم میتونی این کارو بکنی. واریز و برداشت داره دیگه. واریز میخوام بکنم، واریز اگر بزنم همون صفحه قبلیه، میاد میگه کارتو بگو چقدر میخوای واریز کنی، میپرد تو صفحه درگاه، این خرید داری انجام میدی. برداشت میخوام انجام بدم، میگه که چقدر میخوای برداری. مثلا من الان این انتخاب بزنم 470 تومن مثلا تعیین حسابه هست. شماره مقصد انتخاب میکنم، کارمزدش هم میگه یه عددی هست و ایجاد درخواست. عددا که بزرگتر هم باشه ساتنایی فکر کنم هر 20 دقیقه یه بار میشینه تو حساب دیگه. بعد یه ساعت بندی هم داره، اگه مثلا بالای 300 میلیون باشه تو روز مثلا چند بار اینو، یه فکر کنم تو سقف 300 میلیون، تا سقف 300 میلیون در روز با ساعت دو واریز میکنه. اگر سطحتون بره بالاتر، مثلا تا 1 میلیارد 2 میلیارد هم حالا باید باشون چیز کنید، میتونید پول منتقل کنید. ببین تو کیفای من، شما بعدن که بیاین نگاه کنید این آدرس ها رو ندارید. خب اینا خالیه، اینا که من دارم روش کلیک میکنم، باید ایجادش بکنید. کاری نداره، فقط یه دکمه افزودن رو میزنید، تمام، آدرس کیف پولت ایجاد میشه. بعد میخوام حالا بخرم، پس چی شد؟ اول رجیستر کردم، بعد یه کارت بانکی توش تعریف کردم، سه اومدم یه ریالی بهش زدم، این شب با 300 تومن شروع کنید، تست کنید، چون 100 هزار تومن کفشه یه کارمزدم کم میکنه، 150 تومن برسید، یه تست بزنید. و بعد چی کار میکنید؟ یه کیف پولم اینجا ادش میکنی که فقط آدرسه باشه، این پوله رو بریزه اون تو. حالا میخوام خرید بکنم. به این بازار اصلی داره، بازار حرفه‌ایشو کاری نداریم، داستان داره، خیلی بحث داره، اصلا بحث الانمون نیست. تو بازار اصلی میگه بیت کوین به تومن، اوکی، عین بورس یه صفحه. این هر بازاری مارکت خودش، قیمت خودشو داره، هر چی بازار بزرگتر باشه قیمت عادلانه‌تر بر اساس نمودار زنگی شکل آمار بود، نرمال که این زنگوله‌ای بود چولگی نداشت به چپ و راست، این بازار رو عادلانه‌تر میشه. میام اینجا نگاه میکنم، میگه اگه میخوای بخری تو میتونی اینجا انتخاب بکنی، این عددو بزن با قیمت تابلو چقدر، اینقدر. حالا میتونی قیمت واحد 1 میلیارد و 320 رو اگر بکنی 1 میلیارد و 300، چی میشه؟ میتونی قیمت اینو بذاری، خریدو بزنی، میگی من تو این قیمت. شما میکر اوردر میشی، یه اوردری رو ثبت میکنی، تیکر نیستی که سری بزنی بری بیرون. حالا از این ور میخوام بفروشم، چقدر بیت دارم؟ مثلا اینقدر بیت دارم. میگه قیمت واحد تومانش رو بگو، انتخاب بکنم، گفته 1 میلیارد و 300، من میگم آخو من میخوام 2 میلیارد و 300 بفروشم. میگه قیمتت 76% بالاه، میزنم فروش، میگه بهترین قیمت بازار 1.300، تو میخوای 2700 بفروشی، 76% بالاه، اوکی، تاییدو بزنم، میشینه صفحه میشینه توی اوردر سیستم برای فروش، ولی من الان این کارو نمیخوام انجام بدم. به همین راحتی خریدی. اینجا هم پیشنهادهای خرید و فروش و همون اوردر بوکی که یادتونه تو بازار سرمایه میبینی تو پلتفرمتون، اینجا هم هست، خیلی ساده. این یه حالته. یه موقع میگم آقا من نمیخوام زمان بذارم بابت اینکه بیام مثلا حالا ببینم میخره یا نمیخره، میخوام سریع بخرم تموم شه بره. چرا؟ چون شاید بازار در رد هستن. یه چیزی داره به نام سفارش سریع. سفارش سریع رو که بزنم یه همچین صفحه باز میشه، تو اینجا میتونم ارزامو انتخاب بکنم، اینجا بیام مبلغ رو انتخاب کنم، چقدر بود؟ 470 806. معادل انقدر بیت کوین میشه. من ثبت سفارش رو بزنم، تایید رو که بزنم، درخواست معامله با موفقیت ثبت شد. بریم سراغ کیف پول. تموم شد، معامله انجام شد، 1000 تومن این تش موند. ببخشی، 1000 تایی این داستان موند، یه F5 زدم که رفرش بکنه و اون میزان بیت اومد به کیف پول بیت کوین. ببین 1023 تومن باقی موند، این تومن هم هست چیزش و اسکیلش، از اون 470 تومن باقی موند و رو بیت کوین هم اضافه کرد. خیلی هم ساده به این صورت میتونید انجام بدید. حالا
من اسکرین شیر رو ببند، نه اینم بگم تموم شه. همونطور که گفتم 10% هم تخفیف دارید شما توی ثبت نام از طریق من، 10% تخفیف توی کارمزد دارید. میتونید برای شروع از این استفاده کنید، نه هیچ اصراری هم نیست، برید هر جای دیگه میتونید این کارو کنید. این ساده بود، نشون دادم، 2-3 تا ویدیو هم در موردش ساختم توی یوتیوب به اشتراک گذاشتم که ازش بتونید استفاده راحت ببرید. اینجا هم که میبینید 1-1 نشون میده، من اینو که بزنم اینجا رو که نگاه کنم میگه معامله انجام شد، انقدر اوکی. و حالا چیکار کنیم؟ من از این صفحه خارج میشم. اوکی بستمش. برای فردا که لینکش رو دادم، من دو تا دوره تخصصی دارم برگزار میکنم که یکی آموزش تخصصی 0-100 ارزهای دیجیتال تو همین پلتفرم ای سمیناره که از روز دوم اسفند یعنی هفته دیگه شنبه شروع میشه، 8 جلسه 2 ساعته است. این مزیت هم داره وبینارا که شما تو خونت نشستی دیگه، آخر سالی از این ور به اون ور نمیری، این ویدیوها آفلاین هم میتونی بعدن بری ببینی و قابلیت دانلود هم دارد. لذا توصیه میکنم که از نه تنها این دوره، هر دوره وبیناری رو استفاده کنیم. با این داستانای کرونا هم خب خیلی راحت تره. من لینک اینو براتون میذارم. برای 10 نفر اولی که ثبت نام کنن 40% تخفیف در نظر گرفته شده، برای 10 نفر دوم 30% و اون دوستانی هم که اسمشون رو من یادداشت کردم بعدن روی اینستاگرام یا تلگرام به من پیام بدن که در خدمتشون هستم. من لینک این 10% رو بذارم اینجا. پس 10 نفر اول که ثبت نام کنن رول که تنظیم شده 40% تخفیف دارن. از اینه یعنی با این 40% ببینیم چقدر میشه. خب من مدیر وبینارم، بعد خروج بزنم اول که عدد دریاش اینجا ببینیم. ببینید قیمت در حالت عادی 1,400,000 با 40% تخفیفی که برای 10 نفر اول در نظر گرفتم میشه 840 تومان و این 10 نفر تموم شد رو 10 نفر دوم میشه 980 و دیگه برمیگرده روی 1,400 بابت دوره 0-100. اگر هم دوست داری که توی دوره پیشرفته هم شرکت بکنی، این هم خدمتتون عرض شود که مشخص قیمتش اینم خروج بزنم، اینم لینکش رو گذاشتم براتون. اینجا هم 6 جلسه هست، از 16 اسفند شروع میشه. قیمت دوره چرا نخورده؟ آه یه رفرش داره میکنه. اینجا هم برای 10 نفر اول 40% تخفیف در نظر گرفتم و برای 10 نفر دوم 30%. کل دوره قیمتش 1,500,000 تومانه که میشه 900,000 تومان بابت این داستان تخفیفه و بعد از اونم به 980 و دیگه تخفیفش برای این 20 نفر که تموم بشه میره روی 1,500. و دوستانی هم که خارج از ایران هستن، دوستی رفیقی دارین، یورویی هم این پلتفرم چیز قابلیت اینو داره که شما بتونید ازش استفاده کنید. دوتا لینک رو گذاشتم اینجا که ازش استفاده کنی. من چرا این اومدم بیرون، یه لینکی بعد برای شما بذارم. من این اسکرین رو ببندم که برگردم به موضوع کلاس. استاپ شیر، برگردیم فایل رو باز بکنیم. فردا شب هم همین داستان رو توضیح میدم. اگر دوستی فکر میکنیم برای دوستیتون علاقمندن، میتونید لینک رو بفرستین که ازش استفاده بکنن. من اینجا اینا چیز کنم، میخوام لینک 10% تخفیف کارمزد رو براتون بذارم. ببخشید نمیتونم پیامتون رو جواب بدم الان. بذاریم ببینیم چرا مشکل داره. آها درست شد. من لینک 10% تخفیف براتون بزنم. یه تخفیف رو کتابم هست، اونو میذارم امشب توی گروه. 30% تخفیف هم روی انتشارات مرتبط با حوزه کریپتو هم. بچه های قوی هستن، خوبم کار کردن و پیشنهاد میکنم حالا اگه کسی اهل کتاب و حوصله کتاب داره از اون استفاده بکنه. من این لینک رو ببخشید دوستان، میدونم دارین سوال میپرسین، این پایینم مرتب پیام میاد، اما از با این لینکه که ثبت نام میکنید مشخصه دیگه. اجازه بدین من این سفرم ببندم. این لینک نوبیتکس که براتون گذاشتم
اتوماتیک شما رو هدایت میکنه، اتوماتیک همه کارش دیگه، شما 10% تخفیف تو کارمزد دارید. توی ای سمینار اون که دو تا سمینار از هفته آینده دو هفته بعدتر از اون شروع میشه، تا 40% هم تخفیف برای 10 نفر، دقیقاً 40% برای 10 نفر اول، تموم که بشه 30% برای 10 نفر دوم، و بعدش هم برمیگرد به حالت اتوماتیک بعدیش. برای اینکه اطلاعات کاملی دوستان از دوره‌های و سرفصلش و جزئیاتش، سابقه تدریس من، سرفصل ریزش، اصلا کاربردهاش و همه چیشو، یعنی هر چیزی که فکر میکنین توی اون لینک ها هست، روی اون لینک ها بزنین وارد این دوره ها میشین و زیرش باز میکنه چندین صفحه توضیحات مبسوطی هست براتون توضیح دادم. اگر هم باز به مشکل خوردید 2098-937-4714 پیام صوتی بذارید یا تکست بنویسین، روی تلگرام خواهشن چون واتساپش فعلا رو هواه، یا صفحه اینستاگرام من حتما دنبال کنید، اونجا هم پیام بذارید، اکثرشو من جواب میدم، ادمینم فقط خودم هستم، پاسخ ها رو خودم میدم، پس خیالتون راحت که جواب صحیح خواهید گرفت. من برگردم به این جریان اینجا. جا استفاده بکن. اگر هم نه مثلا پسند نکردی، بدون آگاه باش که تمام محتوایی که نه تنها من میگم، هر دوستی که داره تو این زمینه کار میکنه شما تو اینترنت میتونی پیدا کنی، ولی از این 1000 توی اینترنت شما 4-5 ماه طول بکشه شما پرفکت بشی، تا اینی که شب عید همه چی رو از 0 تا 100 یاد گرفته باشی، تو 15 روز عید بیفتی به جون بازار، که تو کلاس من از جلسه 2 شروع میکنی خرید کردن، الان شما دیگه یاد گرفتی دیگه، بعدش باید این سراغ تحلیلگری و دیگه اینو بستگی به آدما داره، فرصت بازار مالی محدوده، وچرها انواعش پرفکت مانی و وب مانی هست، کسب درآمد، آها این چیز باحالیه، یه سری هم میگن بابا ما اینقدر پول نداریم که بیایم اینجوری سرمایه گذاری کنیم، میگم تخصص که داری، سایه ترین کار چیه؟ میتونی متنشون رو ترجمه کنی، فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی، انگلیسی به آلمانی، اسپانیولی و و و و بلدی براشون انیمیشن درست کنی. همون رفیقمون که اومده بود برای فیسبوک ببخشید، اونی که اومده بود برای فیسبوک لوگو زده بود از رفیقای زوکربرگ، خب پول نداشته روز اول بده، بهش سهم داده، یارو میلیاردر شده. این شرکت ها هم اکثرا میان شروع میکنن، شاید منابع مالی آنچنانی نداشته باشن، از توکناش میتونی بگیری، خیلی کارشون درست باشه و کار شما هم درست باشه، میتونی اتر بگیری، که 10 تا روش، حالا فقط این عنوان رو گذاشتم اینجا، برنامه ریفرال افیلیت وجود داره که برای بازاریابی ازش میتونید استفاده کنید، و جالب این که بیت کوینتون رو میتونید روش سود هم دریافت بکنید با سیستم های استیکینگ، و حتی وام هم میتونید باهاش بگیرید مثل دیسنترالایز فایننس، که اینو میگم هووی سیستم های بانکی خواهد بود. استخراج با ارزهای دیجیتال بحثش خیلی طولانیه، اما فقط داشته باشیم که سه مدل استخراج داریم، ماینینگ پول و کلود ماینینگ، و انفرادی انجام میشه. آدرسی از خودپردازها وجود داره که در دنیا الان اینو با هم میبینیم اگر فرصت بشود، نزدیکترین ها هم به ما یه دونه تو بی تی ام تو تهرانه، و الباقیش هم که در سر و سر دنیا بالغ بر 12,000 تا بی تی ام، و ترکیه و ارمنستان اگه تشریف ببرید تو فرودگاه هم میتونید با بیت ایران اپلیکیشن های کیف پول که روی موبایلتون هست راحت پولتون رو اونجا تبدیل به لیر بکنید، یا منات یا دلار بگیرید، که حتی تو جده عربستان هم هست. تامین مالی، یه مقاله رو من قبلا کار کرده بودم در حوزه تامین مالی که توی همایش 8 همایش بانکداری الکترونیک داده بودم، و بعدا هم تو دنیای اقتصاد چاپ شد، مبنی بر این که تأثیر تامین مالی از طریق ICO و روش تامین مالی از طریق آسیو تاثیرش که بر روی بازار پول سرمایه میذاره فوق العاده بحث جذابی این تو دنیا، و اتفاق هم داره میفته تو ایران.
ارز اولی سکه که با هم دیدیم، فقط توضیح کلی اینشال کوین آفرینگ رو دادم و سک رو با هم صحبت کردیم. و این سک یه استاندارد IFRS، بچه‌ای که اگه مالی خوندن اینجا احتمالا باش خیلی آشناسی، یا گپ اصول کلی حسابداری، اینا خیلی جریان قوی دارن. IPIC هم با هم مقایسه کردم. کیف پول ها انواع مختلفی داره، هارد والت، پیپر، دسکتاپ، موبایل، وب. دستبندی بر دو دستبندی کولد هات داره، از بالا به پایین که میان ریسک امنیتیش بیشتر میشه. و حالا نمونه هاش که لجر نانو اس، لجر نانو ترزوره که بین 70 تا 150 دلار قیمته، بالغ بر 1000 تا کوین توکن هم پوشش میدهد. لازم داری اگر میخوای حرفه‌ای کار کنی بالای 100 میلیون تومان حتما کیف پول سخت افزاری بخره. متاسفانه یه 10 روز پیش من شنیدم که یه مقدار موجودی حالا این کیف پول تو ایران کم شده. یه ویدیو رو IGTV رایگان گذاشتم، نگین اومد فقط تبلیغ دورش که چیزی یاد نگرفتیم، و کلی محتوا بهتون دادم که بعد برید خودتون هم بخونید. رو IGTV هم یه دونه ویدیو گذاشتم که این کیف پول سخت افزاری یا تقلبی و چیز کلاهبرداری توش زیاده، چجوری بفهمی که سرت کلاه نرود. انواع کیف پول دیجیتال، روش کلاهبردارا رو که دیگه اصلا چیزی به نام بیت کوین رایگان نداریم و حواسمون جمع باشه که سرمون کلاه نره. این حاج آقا رفیقمون آقای پونزی که روش خاص خودشو داره. این پادکست رو خیلی باحاله، پادکست سیلک روده که بهش میگفتن آمازون مواد مخدر و ایبی مواد مخدر، فوق العاده کانسپت جالبی داره. من توصیه میکنم امشب قبل از خواب، شاید یک ساعت طول بکشه، پادکست باحال نقالی قشنگی هم داره، لینکش هم اینجاست، تو این فایلا گذاشتم این بغلا، این فایل کلاس امروز رو دانلود کنید، اینم حتما گوش کنید که جالبه بدونید که چه اتفاق کل مدل کلاهبرداری نیجریه ازش بگذاریم. اینو بیان بهتون بگم، ببینید ما تو بازار، اینو تو قسمت حرفه‌ای من یاد میدم، ما چند تا روش داریم برای تحلیل، یه تکنیکال، یه بنیادیه، یه مالی رفتاریه، یکی سنتیمنتاس احساسات بیت کوین و شاخص های بیت کوین. تحلیل تکنیکال بنیادی رو باهاش آشنا هستیم، من بحثی ندارم و اصلا پیش نیاز این دوره است، اگر بحثی هم نمیخوام تو دوره بکنم، اما نکتهش اینه که من اگر بیام از تجربه آدم های قوی تر از خودم استفاده کنم، یه بحثی دارم استند آن شولدر آف گینز که به قول من این بحث که نسبت داده میشه به اساق نیوتو، میگه ایستادن بر شانه غول ها، میگه وقتی در شانه قولی قرار میگیری دوردست رو داری میبینی و از تجربه این ظرفیت این داری استفاده میکنی. پس من بیام با همدیگه بریم سراغ مثلا سایت ها و تحلیلگرای درجه یکی که وجود دارن تو دنیا، از این ظرفیتشون استفاده کنیم، گین بگیریم و از این بازار تا زمانی که داره رشد میکنه بعد سهم خودم رو بگیرم. یه چیزی این گلدن دسک کراس که روی مکدی انجام میشه خیلی توی بازار کریپتو جواب میده، تو تایم فریم بلند مدت به عنوان یه خروجیه، نه اینکه فقط بر اساس این دیل کنی. یه ویدیو کاملا تو یوتیوب رایگان گذاشتم، ببین شاخص های مهم تاثیرگذار سنتیمنتاس اون احساسات توی بیت کوینه. ببینید جالب براتون بگم، عرضه و تقاضا تاثیر داره، اخبار رسانه ها تاثیر داره، رویدادهای سیاسی، تاثیر قوانین رگولاتوری، قانونگذاری، فورک، هافینگ، اینا چیزایی که کامل توی 0 تا 100 من توضیح میدم، اینا تاثیر داره. اگر دوستی که به هافینگ اعتقاد داشت، برج 2 امسال با اون مصاحبه هم که من کرده بودم، نموداری هم که بهتون نشون دادم، دیگه مثل اثر من شمس دیگه، خرید کرده بود تا الان حال کرده بود، رفتن چسبیدن، مغرضانه نگاه میکردن به مسئله و به حس انتقامجویی از بازار سرمایه، و این هم ضرر کردن. یه مدلی وجود داره، این تای مدله، مدل S2F، استاک تو فلو، برای پیش بینی قیمت. بر اساس این مدل که من دیگه این فازاشو بگذرم، توضیحات مفصلی داره. الان S2F طلا 55.9 عددش، S2F بیت کوین، این عدد اشتباه خورده اینجا، 55 هست و یه تکون کوچیک بده و میگن تا 2028 میره بالای 100 و جایگزین طلا به عنوان یک کالای سرمایه خواهد شد، و به همین خاطره که میگن احتمال و این فاصله هم، این پولی از بازار طلای جهانی اومد سمت بیت کوین. و نقاط ضعف این مدل که حالا روش بحثی نداریم، ببینید یه چیز باحال بهتون بگم، این خیلی کلی کار کرده، این یه جلسه کامله با رینبو که میام بهتون بگم که اصلا بازار در حالت حبابی هست یا نه. کلی نمودار داره، مقایسه هم کردم 2 فوریه با 2 فوریه 2021 با 26 جولای 2020،
نگاه کنید اینجا رو من اینو بزرگش کنم، آخر کلام میدونم هم خسته شدین، منم خسته شدم، ولی این لامصب پوله، جون که نیست بشه ازش راحت گذشت. شوخی میکنم. ببینید current date 26/7/2020 قیمت بیت بوده 9933 دلار و گفته با این مدل پیشبینی S2F پیشبینی میکرده پریدیکشنش 13000 رو میبینه، همون موقعی که همه میگفتن حرف از 3000 میزدن، و با یک انحراف معیار مثبت 23000 دلار که رو 20000 دلار میگفتن میریزه 12000، و رو دو انحراف معیار 47000 که الان 50 هدی. چه تاریخی؟ برج 7 سال قبل. الان چندیم؟ برج 2 سال جدید هستیم، یعنی 9 ماه قبل. و جالبه من اینو بیارم این ورتر و میگه current price تو 1/2 یعنی 15 روز قبل که دوره حرفه‌ای رو داشتم میگفتن 33000 دلار بود، گفتش که پریدیکشنم رو 41000 تو گام اول، و اگر رشد بکنه تا 73000 تا و گام بعدی 147000 تا، با همین مدله که میبندی 133000 دلاری که تو اون لانگ فورکست بود با هم دیدیم. پس شما یه زون در میاری از اینجا که تا کجا میتونه رشد کنه. حالا بیت کوین رفت اینجا، چه آلت کوین های زیر 1 دلار بگیریم که بحث مفصلیه که میخوام بعداً باهاتون در خصوصش حتی یه لایو با حالم برم. اینو گفتم که فقط این جایزه اونه که تا آخر کلاس وایسادنه. حالا این S2F فقط برای بیت کوین نه، شما رو بقیه کوینایی که قابل استخراجن میشه ازش استفاده که توضیح کوتاه بهتون بدم. منابع محدود در دنیا مثل طلا، آب، پلاتونیوم، نقره که منبع محدودی داره و هی ما داریم ازش استفاده میکنیم، قیمتش رو چجوری تعیین میکنن؟ بر اساس همین مدل S2F. برگردم بالا یه چیزی بهتون نشون بدم. ببینید این S2F 22 فوریه 2021 توی این نقطه که قرار داره، یعنی توی این کمر رشد قرار داره، میاد تا 100000 رو داره میبینه، و این 2028 که داره میبینه میرسه به اینجا دوستان، به 1,000,000 دلار. 5% احتمال بدیم محقق میشه این حرف. بهش با دقت بیشتری نگاه کن. شاخص های احساسی ببینید. یه تیکر رو براتون بگم، برج دو پایان دوی امسال بر اساس فاینانشال استرولوژی، یعنی ستاره بینی مالی، ما یه چیز به نام واژه به نام ستاره بینی مالی داریم. من این مجموعه ویدیوهای بیهیویر فایننس و فاینانشال استرولوژی رو گذاشتم توی صفحه یوتیوبم، هیچ وقت تو عمرم اینقدر فحش نخورده بودم. کمتر معلمی هم توی این حوزه جرئت میکنه تو اینا حرف بزنه، منم خوندم در موردش، پیشنهاد میکنم برید گوش کنید. برج دو سیگنال خروج از استاک مارکت داده بود، داستان عصر آکواریوس رو نمیدونم اینا، یه مقدار بحث خارج، اینا کانسپچوالیه، یه مقدار داستان داریم روش، خیلی هم خب چیز نمیکنن دیگه، ولی خب اون بچه قدیمی های بورسی یادشون هست که تشریف میبردن محضری آقای خیلی محترم و با کمالاتی در یکی از شهرهای نزدیک تهران، و خب در کلاس ستاره بینی ایشون شرکت میکردن و حالا از یه زاویه دیگه به مسئله نگاه میکردن، اینا میمدن بورسی و مالیشون میدیدن. و در نظر داشته باشیم که یه سری کانسپت هایی وجود دارد از سده 17 میلادی به عنوان تحلیل محتوا، که اون تحلیل محتوا زمانی بوده کلیسا میخواسته ببینه که چقدر در موردش بد دارن حرف میزنن بیاد مقابله کنه، از یه روش های استفاده میکرده که بعد رشد کرده اومده کامپیوتر هم خورده تنگش، و بعدم در دوره قبلی نه قبلی ترامپ هم ازش خوب استفاده کرد. حالا از همین استفاده کردن میگن فاز چیه؟ ببین ما تو تحلیل تکنیکال عدد یعنی شامل قیمت و حجم رو داریم، توی اینجا میاد میگه فضا در چه فضایی، آیا فضاییه که فکر میکنن، یعنی تو کل اینترنت فکر میکنن که بازار رشد میکنه و میترسن بریزه. این تیکه یه جریان قوی از اطلاعات، قسمت کوچیکی از اون رو من تهیه کردم گذاشتم تو یوتیوب، هم میتونید ببینید و توضیحات کلیش رو سر کلاس هم میدم. شاخص هایی که مورد استفاده قرار میگه MVRV، MVT، MVAP، RVT، S2F، S2FX، S2FD که دیه خیلی هم باحال تره به خاطر اینکه من یه سبدی هم میدم که اینا رو کدوم ها رو میتونید با هم جفت بکنید یه ترکیب آش خوبی از توش در بیاد. MVRV داره میگه که اگر رسید به 1 بخر،
بالای 4 آماده فروش باش و داره مارکت ولیو تو ریلیز ولیو رو داره میگه و هیچ ربطی هم به قیمت نداره. اگر جایی بهت داره میگه مفتی بیا یه چی سیگنالی بهت بدم، بگون the only free cheeses is in the mouse trap. مالی رفتار روانشناسی مالی هم که روش کلی بحث میکنیم، مدل ها رو میبینیم، پایان‌نامه منم در همین خصوص بوده. توصیه میکنم حتما یه تست MBTI بزنید برای خودتون، خوب. روانشناسی اقتصاد بحث جذابی داره. تیپ های شخصیتیتون اگر در همین حوزه بود، بدونید در بازار کریپتو هم و کل بازارهای مالی موفق خواهید بود. ISTJ, ESTP, ENTJ, INTJ, INTP. پس حتما امشب بعد از این تست MBTI بزنید دوستان. MBTI تایپ هم ایناست. ستاره بینی مالی هم که توضیحش دادم، یه سری کتاب و منبع و اینا معرفی میکنم سر کلاس، و سوابقی هم که وجود داره، مثلا یکیشو بخونم. مثلا این گابریل لپروی سال 2009 اومده تاثیر خرافات بر بازده سهام، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، بازده کمتر از میانگین و فشار خرید افت و فشار خرید افت پیدا میکنه، واسه ریزش قیمت میشه. تو بورس امریکا اومده دیو تحلیل کرده. ریلو روبرتی هم اومده تاثیر طوفان های ژئومغناطیسی بر بازده سهام دیده، معامله گران تحت تاثیر این طوفان ها تمایل بیشتری به فروش دارایی دارن. به اینا میگن بیهیویر فایننس، یعنی مالی رفتاری. کانسپت جدیدیه تو دنیا. براتون تاشو اینو بگم، هر کی میخواد گوش کنه گوش کنه، گوشم نکنه مهم نیست، خودش از دست میده. توی امریکا اومدن چیکار کردن؟ من تو پایانم به این رسیدم که روانشناسی اقتصاد و اقتصاد آزمایشگاهی میاد، اومدن رسیدن به این که گفتن خب این آدم خفنه و گردن کلفته و پولدارا رو بیار ببینیم اینا چه خصوصیتای چیزی دارن، چی میگن، ساختاری دارن، یعنی توشون چه فاکتورهایی وجود داره. بیاین بریم سراغش، یه تست MRI بگیریم، تست عصب بگیریم، تست مثلا رادیوگرافی چشم و روان فیزیولوژی و و کلی تست آزمایشگاهی بگیرن. بعد تاش اینا رو گذاشتن این دانشمندا با هم تکون تکون دادن، دیدن یه سری تو همه اینا مشترکه. اون مشترکا رو درآوردن، بررسی کردن، دوباره نمونه گیری کردن فلان و بهمان، تاش رسیدن به یه شابلون درست کردن، بردن تو جامعه مالیشون گذاشتن. هر کی از تو این شابلون در اومد یه سرندش کردن، اون تعدادی که کفش مون اینا رو آوردن در یه مسیر صحیح آموزشی رشدشون دادن که الان 7 ثانیه کل بازارهای مالی ما که معامله میشه، کل ارزش کل بازار مالی ما که تو ایران معامله میشه، معادل 7 ثانیه بازار امریکاست. این نکات مهمیه تو حوزه بیهیویر فایننس، باید بهش جدی نگاه کنیم. تو ایران هم داشت جدی نگاه داره میشه جدیدا. پایان منم در این خصوص بوده. فواید استفاده از ربات های معامله گر فراوونی تو این حوزه میبینید که 7/24 کار میکنن. این 8 تا ربات، توصیه‌ای ندارم استفاده از ربات در اول کار. انتخاب صرافی یک نکته بسیار مهمی که خودش یه فصله برای خودش. روش سرمایه گذاری هم یا سرمایه گذاری به صورت مستقیم، CFD هم که میدونید عملا شما قرار بیت کوینی نمیخرید، کریپتویی نمیخرید، بلکه رو قیمتش میایین پیش بینی میکنید و از این پیش بینی سود میبرید. مزایاش اینه که داره اهرم هست، لورج بهتون میده، رو مارجینی که بهتون گفتی در هر دو سوی بازار، یعنی سودی نزولی خرید فروش میکنه، نیم درصد کارمز داره، مالیات نداره چون جنسی نمیخری، انتقاضا به لحظه دلخواه، یعنی تو قرارداد فیوچرز هست که آتی رو میگه تو اون تاریخ کلوز میشه، و ضرر بس توش داری. مشکلاتی که داره، مالک سهمی نیستی، مالک چیزی نیستی، فقط شرط بسی سر یه قیمتی، پیش بینی کردی سر یه قیمتی. اهرم مالی ریسک زیاد، معاملات زیاد، میتونه دخلتو بیاره، مارجین کالت بکنه. ریسک بالاتر از خرید سهم توی CFD وجود داره و بیش از حد هم هزینه، مثلا خیلی بخوای هزینه چی کنی به خاطر هزینه های کم ضرر خواهی کرد. هزینه های شبانه شن بر اساس بهره لیبر که سر کلاس کامل توضیح میدم، کاربردهای هم براتون توضیح دادم و پایان اسلاید ها. سبد پیشنهادی بعدی من براتون این هستش که حتما دورهای مختلف آموزشی نه تنها با من، با هر کسی دیگه بگذارن. این بازار جذاب، حالا جای رشد داره، 10 سال دیگه نشه که برگردیم نگاه کنیم 1309 تا 1 دلار بوده، من کجا بودم؟ این سوالو برو به خودت بپرس، به من جوابشو نده، من جواب خودمو دادم به شما، ولی شما به من نگو، به کسی دیگه هم نگو، برو خودت فکر کن 10 سال پیش 11 سال پیش کجا بودی که 1309 تا بیت کوین 1 دلار بوده، و الان اگر 10 سال آینده باشه چه کاری انجام بدی؟ حداقل یه تیکه سبدتو بچین. میگیم 2028 میشه 1 میلیون، دروغ میگه، اصلا داره خالی میبنده، بازار گرمی میکنه. یه ذره بگم با بقیه صحبت کنم، به صفحات دیگر رو نگاه کنم، تو صفحه اینستاگرام منتظرتون هستم. واقعا فرصت نمیشه اینجا من پاسخ سوالاتتون رو بدم. 9 و 40 دقیقه از 40 دقیقه بیش از زمان مجازمون رفتیم. واقعا آقای حسینی ممنون، دوستت دارم، اینقدر خوب به ما ساپورت دادی و
ممنون ای سمینار که این فرصت رو برای من و کلی آدم دیگه توی دنیا و ایران به وجود آوردی که از پلتفرم های این تیپی برای توسعه دانش تو این اوضاع بعد کرونا استفاده کنن. امیدوارم این جلسه رو که آقای چیز میان بالا، آقای حسینی توضیح در مورد فیلم این جلسه و من اینو ضبطش کردم و بعد اینو آپلودش میکنم که شما بتونید دانلود کنید. خواهشم اینه که به دوستاتونم برای کلاس فردا توصیه کنید، میتونید کلاس فردا هم بیاین برید تو همون لینکی که دادم شرکت بکنید توی ایونت. اصلا فامیلی منو گوگل کنید تو ایونت هستش و این دوره رایگان رو میتونن شرکت کنن اگر دوست داشتن دوره‌های بعدی، اگر نه که فقط من راه رو نشون دادم. امیدوارم که پرسود باشین، دلتون شاد، لبتون خندان. سوالات رو انشالله به صورت خاص در یک لایو اینستاگرام با هم خواهیم رفت، دیگه فرصتی نمونده، 70 خورده نفر الان هستن. ازتون عذرخواهی میکنم که نرسیدیم، من سعی کردم تو این بازه کوتاه هر چی مطلب بلدم بهتون منتقل کنم ارادتمند. جناب آقای حسینی، اگر نکته شما برای استفاده ویدیوها برای دوستان دارین، زحمت بکشین تشریح کنید. بله حتما، خسته نباشید میگم خدمت شما دارم مواجهه پرده همین دوستان هم خسته نباشید میگم. دوستان فیلم بازپخش جلسه از یک ساعت دیگه در پنل کاربریتون در سایت ایسنار قرار میگیره و بعد از چند روز هم فیلم قابل دانلودش قرار میگیره. از یک ساعت دیگه میتونید بازپخش همین جلسه رو داخل پنل کاربریتون و داخل همین محیط ادوبی کانکت مشاهده بفرمایید. امیدوارم که استفاده لازم را از جلسه برده باشید. شما مشرف، اگر شما نکته‌ای دارید من در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم، نکته‌ای نیست، سلامت باشین، خدا نگهدار.